کارشناسی مهندسی هوا فضا. با توجه به اینکه اولین تجربه حالا حضوری شدنه من به شخص برای بار اول میبینم، فضا متفاوتیه و به هر حال اولین مواجهه است و حس خوب و جدیدیه به نظر. فایده‌ای که حضوری شدنه داره به سبب همون ارتباطاتی که ساخته میشه توی دانشگاه، رفت و آمدها و معاشرت‌ها که باید اصل همون حضوری شدنه باشه. بله خوابگاه داریم، شرایط خوبی هم داره و عالیه دیگه از نظر من. ورودی 98 دانشگاه کامپیوتر و الان هم ترم 6 میشم. تغییر شرایط که سخت بود آره، چون حالا چیزی که از دانشگاه هم شنیده بودیم هم حالا تون یه ترم دیدیم یه فضای حضوری نسبتاً خب مثلا شاد و مفرح و بالاخره آدم تو جمع دانشگاه، تو جمع بچه ها هست، تو جمع رفقاش هست، ولی حالا من چون خودم تهرانی بودم و به بهونه‌های مختلف می اومدم دانشگاه و نسبتاً زیاد دانشگاه بودم، باز از این نظر که مثلا از بچه‌ها و رفقام دور باشم خیلی اذیت نشدم. حالا این ترم که هنوز خیلی برای 98 ها حضوری نشده، یعنی درسی هم که حضوری ارائه شده برای 99 هاست و منم الان واحد حضوری ندارم و ما هنوز خب تو آموزش مجازی هستیم و حضوری نشده برای اون دانشگاه. خیلی شرایط فرقی نکردم اون آموزش مجازی ادامه میدیم. اینکه دانشگاه حضوری باشه قطعا بهتره و بچه‌ها بیان توی دانشگاه، ولی بعضی درس‌ها رو آره به نظر منم میشه مجازی ادامه داد، هرچند میگم اون حضور بچه‌ها تو دانشگاه خودش خیلی مهمه و واقعا هم توی بعضی درس‌ها حالا با بعضی استادا که خیلی تو آموزش مجازی هم نمیتونن خوب تدریس کنن، حالا خیلی با تکنولوژی و اینا هم آشنا نیستن، بعضی حالا مسنن و اینا، اونا حضوری باشه ولی بعضی کلاس‌ها آره به نظرم قابلیتش داره که مجازی ادامه پیدا کنه. از اون به نام خدا من دانشجوی رشته شیمی کاربردی مقطع کارشناسی و ترم 8 هستم که خیلی از کلاس‌ها میتونه با کیفیت خوبتر به صورت مجازی اسم رو پیدا بکنه نظیر کلاس‌های معارف و این قضیه خیلی به آموزش عالی دانشگاه کشور کمک میکنه. بله آموزش ترکیبی همونطور که بعضی از اساتید گفتن یکی از برنامه‌هایی که از این بعد از کرونا در دستور کار قرار می‌خواد گرفت. برای بچه کارشناسی اجحافی در حقش نشد با توجه به کرونا و خیلی هم تلاش کردن که این قضیه جبران بشه ولی متاسفانه کرونا دست و بالشون رو بسته بود. در کریستال من حل بشه. در مورد مفهوم حل شدن ترینی که اتم‌های بینشی ایجاد می‌کنن خیلی چیم؟ زیاده. اتم‌های بینشی چه اتم‌های می‌تونن باشن؟ دو تا عنصر کتر و جانشی می‌تونن در یک شبکه 100% تو هم بینن. مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف رشته مهندسی صنایع.
بعد بیشتر هوای ما رو داشته باشن دیگه، به هر حال تسهیلاتی باشه که سختی‌ها کمتر بشه، ما به مشکل نخوریم. حتما میشه آموزش رو ترکیبی دنبال کرد. مثلا یه سری درس هستن که اصلا نیازی نیست حضوری باشه، مثلا درس های عمومی مثلا میتونه مجازی ادامه پیدا کنه، حالا درس های که تخصصی آزمایشگاهی رو میتونیم حضوری ادامه بدیم. پس ترکیبی به نظر من گزینه خوبیه. واکسن 3 دوز رو زدی؟ خیر، 2 دوز. دانشگاه اصلا چک نکرد؟ چک فکر نمیدونم کی میکنن یا نه، چه جوری چک باید بکنن. دانشجو سال دوم مهندسی مواد شریف، ترم 4مه. واقعا خیلی بهتره آموزش مجازی، واقعا آدم حواسش پرت میشد. آموزش حضوری به نظر من راندمان کار خیلی بیشتره. توقع دارم این مجازی حضوری بودن از بین بره، همش حضوری شه دیگه. هی ما در رفت آمد نباشیم، دلشوره داشته باشیم به این کلاس برسیم به این کلاس نرسیم. شرایط واسه دانشگاه فراهم کنن که خیلی زودتر میشد که حضوری می بود دانشگاه و خیلی بهتر میشد، بخاطر اینکه خیلی مجازی استرس به دانشجو وارد کرد. مجازی خب خیلی مشکلات زیاده، قطعی اینترنت هست، برق ممکنه قطع بشه، از این دردسر زیاد داره، خاطر استرسش رو دانشجو خیلی بیشتر. واقعا سر کلاس مجازی خسته کننده بود، یعنی چیزی نمیدیدیم، صرفا یه صفحه مشکی میدیدیم و یه وایس بود، یعنی هیچ روحی نداشت کلاس. ولی خب الان خیلی بهتر شد. برای اولین بار سر کلاس میشستیم این جذاب بود. 3 دوز نه، ولی 2 دوز زدم. چک کردن اصلا برای اینکه وارد دانشگاه بشی؟ نه اصلا خبر نبود، کارت دانشجویی هم چک نکردم. من رشته مهندسی حافظه. خب حضوری مثلا یه ویژگی داره، مثل اینکه حالا خود بچه ها هستن، دوستان رو تعامل میکنیم، مشکل پیش اومد میتونیم صحبت کنیم و حالا مشکل رو حل کنیم. خوابگاه خیلی خوبه، حالا مخصوصا بازسازی هم شده تو این چند سال، بعد راحت هم بود. فعلا که حالا نهایت ظرفیت اینه که اتاقا 3 نفره بچه ها میشینن، حالا اگه 4 نفر هم یکی اتاق گرفته باشه گرفته. پروتکل هم که حالا نظارتی نیست، حالا به اون شکل توی خوابگاه و مثلا حالا بچه ها بدون ماسک و اینا میان و میرن. عمران هستم، دانشجوی ترم 4 دانشگاه شریف. حس خاصی نیست، ساعت 7 صبح کلاس داشتم، کم خسته بودم. شرایط خوابگاه خوب هست، با رعایت پروتکل های بهداشتی هست. بله ماسک 3 دوز زده بودم، ولی فکر کنم حداقل شرطش حداقل 2 دوز واکسن بود که و تایید شده بود برای همه و داخل سایت باید کارت واکسن رو وارد میکردن. بچون ترکیبی خوب هست، ولی خب حضوری باشه، حالا بعضی دروس که دروس عمومی مجازی باشه بهتر. ورودی 99 کارشناسی مهندسی عمران ترم 4. من متأهلم، برای خوابگاه متأهلی اقدام کردم، اسم نوشتیم از سایت و حضوری هم ثبت نام کردیم، ولی هی گفتن که بذاریم ببینیم 31 جلسه برگزار میشه، آیا میدیم آیا نمیدیم، هیچ امیدی هست یا نیست. شرایطمون فعلا، من خانومم هر دو از ساری میایم تو تهران، دانشگاهمون حالا متفاوت، ولی خب به هر حال وضعیت تأهل دیگه خوابگاه حداقل یه جا. فعلا هم شرایط رفت و برگشتمون سخته، هم شرایط سکونتمون. اینکه میگن زود ازدواج کنید، شرایطش حداقل برای خوابگاه متأهلی لطفا فراهم کنید. چنگیز چنگیز علی اکبر خیلی 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 خوبه شد. میفرسیم لطف دارید خودتون رو معرفی میکنیم. من یاشار زعفری، مکانیک 99. ورودی چه سالی هستیم؟ 99 گفتم دیگه. بله، هدفتون از اومدن به شریف چیه؟ هدف نداشتیم، همینجوری اومدیم، قاطی جمعیت شدیم. واسه برند اومدی دیگه؟ آره، گفتیم شریف بزن، پیکسل شریف رو بزنیم که ببینیم. 2 سال که مجازی بود، الان 2 سال حضوری، باید خیلی اشکال کنیم. اشکال؟ آره. این 2 سال درست ما میفهمم. آره دیگه، معدل رو بالا بردم دیگه، 2 سال بعدی خوبه. هدفت چیه؟ هدفم
هدف ما از اومدن اول اینکه دانشگاه که خب برای تحصیلات دیگه طبیعتاً. حالا صنایع باز توی رشته‌هایی که تو شریف هستن یکم از لحاظ بازار شغلی و اینا مناسب‌تر و بهتره. راستش رو بگو. می‌مونی مملکت رو بسازیم با هم یا میری؟ با هم بمونیم. با هم بمونیم. طبیعتاً اگه کار باشه کسی دوست نداره مملکت رو ول کنه دیگه. به نظرمون بستر تا وقتی حضوری نمی‌شد اصلا فراهم نمی‌شد. ولی انتظار داریم این که الان که اینجاییم به هیچ وجه دلیل مبنی بر این نباشه که دیگه بقیه بسترها رو بیخیال شه. قبلش فکر میکردم همه خرخوندن و تو کتابن و فهمیدم دیگه هیچ کی نمیخونه. همه شب امتحانی جمع میکنن. شما خودت نمیخونی؟ نه. تو وقتی که میای دانشگاه صنعتی شریف با این تفکر میای که من دارم میرم به بهترین جای علمی مهندسی و صنعتی مملکت، ولی وقتی که وارد این فضا میشی، سر کلاس درس میری، فعالیت دانشجویی میکنی، آدمهای متفاوت رو میبینی، بویی که از این فضا میاد اون چیزی که تو ذهنت نیست. ورودی مکانیک 99. خیلی خوشحالیم بچه ها رو دیدیم من از نزدیک. یک سال و نیم با هم مجازی در ارتباط بودیم، امروز بالاخره بعد از یک و نیم سال همدیگر رو دیدیم. خیلی فضای خوب و دلنشینی بود. توی مجازی خیلی خیلی سطح پایین تری نسبت به حضوری داره. توی مجازی خب مشکلاتی از قبیل اینترنت هست. اینترنت شما 5 دقیقه اینترنتتون قطع بشه بخوای بیای سر کلاس، خب استاد 5 دقیقه درس داده و شما طبیعتاً تا آخر کلاس از دست میدی اگه اینطوری بشه. اونم میتونه.